بسم الله الرحمن الرحیم. یکی از مشکلات زیادی که توی دامداری های ما اتفاق میفته آبسه های چرکی که روی بدن دام ها به هر دلیلی یا ناشی از تزریقات آلوده و یا ناشی از حالا ضربه ها یا تروما هایی که به بدن دام وارد میشه، حالا میکروب وارد میشه، ایجاد آبسه های چرکی میکنه. اگر از نزدیک شما مشاهده بفرمایید، یک آبسه بزرگ چرکی که دو سه هفته پیش این کیس رو دیدیم و با توجه به این که این آبسه نرسیده بود و نرم نبود، ببینید الان وقتی ماساژ میدیم، وقتی بالانتمنت میکنیم کاملا نرمه، خب ولی اگر آبسه سفت و سنگ باشه به هیچ وجه اینو باز نکنید، سعی کنید کاملا آبسه برسه و آماده تراشیدن باشه. برای اینکه مطمئن بشیم که این آبسه چرکی هستش یا هماتومه، یه سوزن ما میزنیم. ببینید این کاملا چرک همراه با سروما تخلیه میشه، چرک همراه با سروما تخلیه میشه، پس این هماتوم نیست و خون داخل این آبسه نیست. اینو با یک تیغ جراحی، بیستوریت تیغ جراحی میشکافیم، کاملا تخلیه میکنیم. با خود همین آب شهری کاملا داخل شستشو بدیم. میتونید از سرم نمکی هم استفاده کنید همراه با بتادین، ولی به مقدار کم. کاملا داخل آب سر شستشو میدید و بعد از نیاز به هیچ آنتیبیوتیکی نداره. میدونید که اینها آبسه ها یک دیواره دور آبسه چرکی وجود داره که مانع نفوذ آنتیبیوتیک از طریق تزریقات عمومی یا وریدی یا عضلانی، مانع رسیدن این آنتیبیوتیک میشه و نیاز به تزریق آنتیبیوتیک نداره. بهترین کار همون نرسینگه و پرستاریه که و شستشوی هر روزه این آبسه وقتی که بازش میکنیم و معمولا خیلی پروگنوز خوبی هم داره و زود خوب میشه. این آبسای چرکی رو معمولا به هیچ وجه، شما این شکافی که میزنید با یه تیغ بیستوری به هیچ وجه بخیه نکنید، باید به صورت زخم باز بمونه و همراه با سرم نمکی و بتادین رقیق یا خود همون آب شهری میتونید کاملا داخلش رو شستشو انجام بدید. کاملا آبسه تخلیه شد، ولی نرسینگ و پرستاری بعد از عمل هم خیلی مهمه. یه چند روز که اگر این شستشو انجام میشه، کاملا ببینید کاملا آبسه تخلیه شد و نرم شد. اگر اینو ما اکتیول یا مرهم سیاه یا روغن سوخته به قول معروف نمی زدیم، این کاملا نرم نمی شد و این تخلیه کاملا صورت نمی گیره. برای اینکه خونریزی هم بند بیاریم، یه چند دقیقه میتونیم اون لبه زخم کاملا پرس کنیم و راحت تر خونریزی بند بیاریم.